همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی در اورشلیم. اشکان، بیشتر از حمله دیشب در نوار غزه بگو لطفا. خب ارتش اسرائیل کمتر از یک ساعت پیش، تقریبا 30-40 دقیقه پیش، یک بیانیه منتشر کرد و اعلام کرد که اهداف حمله دیشب چه کسانی بودند. به گفته ارتش اسرائیل، 3 فرمانده بلندپایه حماس هدف حمله دیشب بودند: سامر اسماعیل ابو دقا که فرمانده نیروی هوایی حماس بوده، اسامه تباش که فرمانده واحد نظارت در بخش اطلاعات نظامی حماس بوده، و همچنین ایمن مبهوه که از فرماندهان ارشد حماس بوده. به گفته ارتش اسرائیل، هر 3 این افراد در حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل نقش برجسته‌ای داشتند. ارتش اسرائیل همچنین به آمار کشته شدگانی که حماس منتشر کرده اشاره کردند و گفته که آماری که حماس میده با اطلاعات اولیه‌ای که الان ارتش اسرائیل داره همخوان نیست. به گفته سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، آمار حماس دروغ هست و بسیار بیشتر از اون چیزی است که ارتش اسرائیل برآورد میکنه. باید گفت که آن چیزی که حماس میگه و رسانه‌ها از جمله الجزیره به نقل از منابع فلسطینی در نوار غزه میگن این هست که 4 موشک دیشب به اردوگاه المواسی خورده و در جریان این حمله به گفته اونها دست کم 40 نفر کشته و 60 نفر زخمی شدن. منابعی که صحبت کردن از جمله در واقع دفتر اطلاع رسانی حماس برای در واقع رسانه ها، دفتر امور رسانه ای حماس، این هست که این 40 نفر تعداد اجسادی هست که تا الان بیرون کشیده شدن و ممکن هست به گفته اونها تعداد کشته شدگان از این هم بیشتر باشه. گزارشی که منتشر کردن این هست که بعد از اینکه این 4 موشک به این منطقه برخورد کردند، نزدیک به 20 چادر هم آتش گرفته. باید گفت قبل از اینکه ارتش اسرائیل اسم این افراد رو اعلام کنه، افرادی که کشته شدن، خود تلویزیون الجزیره تایید کرده بود که 3 فرمانده ارشد حماس در این حمله کشته شدند، در حالی است که حماس در بیانیه مدعی شده بود که هیچ کدام از شبه نظامیان این گروه در اون منطقه نبودند. ممنونم از توضیحات اشکان صفایی، خبرنگار ایران اینترنشنال از اورشلیم. و اشکان، حین گزارش شد ما تصاویر زنده ای رو هم می دیدیم از بیمارستان ناصر در خان یونس در نوار غزه.